سایه سرم سلام آقا، من یه نوکرم سلام آقا، سلام آقا. نگاه کن خیس بارونم، من ایستادم زیارت نامه میخونم آقا جونم، آقا جونم. بسم الله الرحمن الرحیم. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست. یا علی ابن موسر رضا مددی. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان ارجمند، شب شما به خیر و شب شما به عشق، به جغرافیای زعفرانی، زرفشانی و گلفشانی حضرت رضا علیه السلام خیلی خیلی خوش اومدید. نام این برنامه تشرف هست که تقریبا در صفحات پایانی این برنامه هستیم، بعد از گذشت 15-16 شب و روزی که اینجا در مشهد هستیم و در کنار شما، رسیدیم به شبی که شب غریبی است. امشب بذارید براتون یه گزارش بدم از آن چیزی که دیدم. چند دقیقه قبل در همین صحن و سرا آیین باشکوه خطبه خوانی به پایان رسید که از شبکه‌های مختلف با کیفیت بسیار خوب همکاران پخش کردند و جمعی از خدمتگزاران آستان حضرت رضا علیه السلام در آیین باشکوه شب شهادت حضرت رضا خطبه خوانی کردند و من نمیدونم اون عزیزی که شعر میخوندن چه کسی بودن، یا آقای داشتن شعر میخوندن، بعد من پیگیری کردم فرمودن که اسمشون آقای کلامی زنجانی بود، سنشون زیاد بود، موهای سرشون سفید بود، ته لهجهشون هم ترکی بود و یه شعری خوندن. من شعر رو یادم نمیاد، فقط یه بخشی از این شعر که تکرار میشد میگفتش که رضا جان با تو امشب کار دارم. یه صد باری امشب این جمله رو تکرار کنیم، مثل یه دور تسبیح. رضا جان با تو امشب کار دارم، 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 رضا جان با تو امشب کار دارم. یعنی اگه امشب گره از کارمون باز نشه دیگه کی میخواد باز بشه؟ بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. اگه امشب کار گدا رو شاه حل نکنه کی حل میشه؟ اگه اونایی که درگیر نفسهای بیماران کروناییشون هستن، اگه اونایی که یه پارچه سبز گره زدن به یه تختی، اگه چشم انتظار عزیزشونن، اگه گرفتارن، اگر امشب گره از کارشون باز نشه کی باز بشه؟ یه چند بار زیر لب بگید رضا جان با تو امشب کار دارم تا برگردیم و در خدمتتون باشیم. وقتی اسم تو میارم زیر لب، هوا حس عبادت میکنم، شب به شب میشینم و کنار تو
تو خورشید و زیارت میکنم، بین تردید زمین و آسمون گم شدم، بلکه منو پیدا کنی، بلکه پای ما رو که پا بندتی رو به آسمون هشتون با کنی. رضا جان با تو امشب کار دارم. 3014 پیامک ماست. اگر علاقه مندید نام قشنگتون رو در این شبها و روزهای پایانی ماه سفر بگیم، حتما برای ما پیامک بزنید و بگید از کجا با ما در ارتباطید، از کجا ما رو تماشا میکنید. 8 دونه سفر مشهد هم پیشکش حضور عزیزان خواهیم کرد. شاید نام قشنگ شما جزو کسانی باشه که به این سفر دعوت میشن. رضا جان با تو امشب کار دارم. یه وقتای خدا دلش میخواد لبخند بزنه. من میگم دست خدا رو میشه دید، نگاه خدا رو میشه دید، لبخند خدا رو هم میشه دید. و من فکر میکنم تبسم خدا رو، لبخند خدا رو میشه در وجود آقای رضا صادقی دید. خدا لبخند زده و لبخندش رو ما میبینیم و امشب ما در خدمت لبخند خدا آقای رضا صادقی هستیم. رضا جان سلام، شبت بخیر، خیلی خوش اومد. قربون شما برم. اولا که سلام میکنم به امام مهربان و به شما و به همه عزیزانی که بنده و شما رو میبینن. من یه جورایی بی‌تعارف سید، هنوز توی یه شوکیم که حتما طول برنامه خواهم گفت، ولی چقدر خوشبختم از اینکه اینجام، با همه قلبم میگم و احساس میکنم که به طور ویژه خدا یک اتفاق عجیب غریبی رو، دلنشین رو برای من محقق کرد که اصلا من فهم میکنم این جز محالاته، ولی اینکه اینجام حتما میگم چرا فکر میکردم جز محالاته، باعث خوشبختی منه و در خدمتتونم هستم با افتخار. خیلی خوش آمدید. قربونتون برم. کوتاه برین جلو. اسم قشنگ شما رو کی و به خاطر چی انتخاب کرد رضا؟ من اسم من رو به پدر بزرگم انتخاب کرد برای من، و چون ما اولین فرزند خانواده ما خواهرم بوده که اسمشون معصومه بوده، بعد پدر بزرگم میگه خب اون معصومه است، این باید رضا باشه، و خیلی خوشحالم از اینکه این اسم به من افتخار داده شد که هم اسم این مرد بزرگ، این ارباب بزرگ باشم. امشب که روی پشت بوم بارگاه سلطان، یه دنیا حرفه ها، بام بارگاه سلطان، آخرین بار شما کی مشهد آمدی که امشب تکراری شده اون اتفاق؟ دقیقا از همینجا میخوام اون عجایب رو بهتون بگم که من تمام زندگیم دوبار اومدم مشهد. دوبار. یک بار 3 سالم بوده یا 2 سال که تو بغل پدر مادرم بودم و یادم نمیاد، و یک بارم فکرم سن 33-34 سالگی بوده که 32-33 سالگی که اومدم نزدیکشم به این بهشت، بعدم خیلی شلوغه و من این فرصتشو ندارم و این شرایطشو ندارم و اتفاقات این چنینی، رفتم دور توی خیابونی که بتونم فقط گنبد و بارگاهو ببینم و رفتم. و همیشه به خودم از همون زمان نوجوانی گفتم که خیلی دوست دارم بیام اینجا، ولی میدونم نمیشه مگر اینکه یک روزی خلوت باشه و من برم و شرایطی فراهم بشه و من برم، و تا پیروز من نمیدونستم قراره به این خوشبختی برسم. با تمام قلبم دارم میگم نگاهی از امام مهربانی من توی زندگیم گرفتم که بهش میبالم. امام رضا، امام عزیز ما، این بزرگ این سرزمین،
به طور عجیبی با همه همراهه. یعنی من دوستانی دیدم که زیاد وارد مسائل حالا اعتقادی به آنچنان جدی نیستن، ولی اسم امام رضا که میاد خبردار میشن. فقط به اون کلیت مهربانی که ثابت شده. من به دوتا دخترام که همینجا هم فکر من هم میبینن، جاشون خالی میکنم و سلام میدم بهشون. دوتا دخترام، پدرم، مادرم، خانوادم، همشون، همسرم. ولی به دخترام همیشه وقتی از امام رضا میخوام بگم، از اون مهربونیش با آهو میگم. و همیشه این تداعی مهربانی برای همه هست، برای همه این اتفاق وجود داره. و من اصلا در همه باورم، حتی یک لحظه به دوستانم میگفتم، گفتم در شیرین ترین رؤیاهام هم فکر نمی کردم یه روز این مهربانی اینقدر عمیق به من هدیه داده بشه و الان اینجا باشم روبروش و باعث افتخاره. معجزه در معجزه آقا رضا. دقیقا. معجزه در معجزه. دقیقا. رضای بزرگ در زندگی رضای عزیز چقدر تأثیر داشت؟ من روزی که داشتم میومدم تهران برای جدی بودن کارهام، مادرم گفتم ببین مام یه دعایی کن که خیلی ویژه تا الان نگفته باشی. هیچ وقت یادم نمیره. گفت میسپرمت به خدا، بعد به امام غریب که میری قربت. و واقعا همیشه هر وقت حس میکنم که یک قربتی گرفتم تو هر شرایطی ها، این دعای پشتم میاد، این اسم پشتم میاد. خیلی عذر میخوام این واژه رو به کار میبرم، از بس در مورد مهربانی این بزرگمون، در مورد عظمتش و در مورد اقتدارش، در مورد خوبیهاش قلوف میشه به لحاظ کلام. بعضیا جدی نمیگیرن نگاه ها رو، ولی من هیچ وقت اعتقاد نداشتم سید به طلبیده شدن اصلا. میگفتم یعنی چی؟ آدم خودش دلش بخواد میره، بلیت میخره میره، میخره میره. و طلبیده یعنی چی؟ اینو نمیفهمم. و واقعا به ام ثابت شد طلبیدن. و جدا میگم وقتی دوستان به من گفتن که اینجوریه، از دوست عزیزمون بپرسید، چون آقای مصطفی فکر میکنم، بله، پیام که دادم بهشون حتی نوشتم ازش بپرسید سلام آقا رو برسونید، آقای صفری تهیه کنه، صفری، بله، عزیز دل. یعنی داشتم به این قصه نگاه میکردم که چقدر جالبه و چقدر عجیب، به قول شما معجزه در معجزه است که من رو پذیرفتن، من رو طلبیدن و الان اینجام و دارم لذت میبرم، حظ میکنم و فکر کنم یک ستاره بسیار عمیقی توی تمام زندگی من باشه. چند تا کار برای امام رضا خوندید رضا جان؟ من فکر میکنم قریب 3-4 تا کار خوندم و جالبش اینم اینجاست که هیچ کدوم از کارا تحت سفارش نبوده. یعنی همه کارهایی بوده که ساخته شده و بعد دوستان گفتن که امکان داره توی این مجموعه باشه، گفتم امکان داره. واسه همین احساس کردم که همیشه کلامی رو، حتی نه هم در مورد آقای امام رضا، هم در مورد آقای امام حسین و همه باورهای اعتقادی من، سعی نکردم سفارشی بنویسم یا بسازم، چون با قلبم نوشتم. شما صحبت می‌فرمودید که چی شنیدید و یک بغضی توی نگاهتون بود. جالب بود، من از سالها که شما رو میشناسم همیشه تعریفم از شما این بوده که سید با قلبش حرف میزنه. نه واقعا دارم میگم، این با قلب حرف زدنه بهتر درک میشه. و فکر میکنم که همه اون چیزایی که دلی تقدیم کردم به آقام به دلش نشست. دم شما گرم. خوش به حالت که یه همچین دلبر به این باصفایی شما رو دستتو گرفته آورده تا اینجا، تا ما امشب در خدمت شما باشیم. یه چند بار لطفاً با تمام وجودتون بگید رضا جان با تو امشب کار دارم. انقدر بگید که به باور دل خودتون بشینه که دیگه کار دست ما نیست، کار دست اوست. بخشی رو تماشا میکنیم با هم. سلام علیکم. من از برنامه تشرف شبکه یک زنگ میزنم. میر طاهر مظلومی هستم. 30,000 شما. ان شاء الله تمام مریضا شفا بدیم.
بیماری کرونا رو انشالله نابود کن، فلج امام زمان انشالله برسون، هر که هر حاجت میداره انشالله حاجت زبان شد، اولاد میداره، مریضی داره، زندانی داره، گرفتاری داره، هر مشکلی داره. خانما برنامه زنده است الان شبکه یک، بعد من روبروی حرمم درست از بالا، خانما پرستارا همه ببریم بالا سر همه مریضا تو سی سی ها، ببریم بالا سر همه مریضا، هر کی خواست اینجا دعا کنه. من از جوار حریم رضوی برای بزرگی شما هستم. مادر منم داستان که شما تعریف کردید دقیقا مادر منم همونجوریه، الان دکترها جوابش کردن، میخوام انشاءالله هفته دیگه بیارمش. 30014 نامتان را زیر این آسمان ثبت کنید. به برنامه تشرف ما خیلی خیلی خوش اومدید. یه چند تا دونه پیامک بخونم از همین 30014 ها. خانواده محترم قاضی مراد، محمد، یاسر، یگانه و ستایش قاضی مراد از تهران. یا امام رضا خودت نظری به اونهایی که بچه ندارن بکن. زهرا رزاقی از کاشان. خانواده محترم صفیانی، خانم مرضیه صفیانی از تهران. به امام رضا بگید علی رضا دلش برات تنگ شده. علی رضا رستمی 11 ساله از کرمان. به جای منم سلام بدید. 6 سال حرم نیومدم. الانم تو بیمارستان بستریم. هادی عبداللهی از اصفهان. فرزند من تازه رفته سربازی. از امام رضا بخواهید که پشت و پناه همه سربازهای وطن باشه. خانم جهانتا، من راننده اتوبوسم. هر سال این روزا توفیق خدمت داشتم، امسال به خاطر کرونا خونه نشینی، ما را هم دعا کنید. زهره رحمانی از صالح آباد همدان، مهدیه بلحسنی از عراق، لیلا میرزایی از یاسوج، لیلا محمدی از بابلسر، طیبه مسافر از کرج، علی رضا مرادپور از کرمانشاه، مجید امین خاکی از کرج و هزاران پیامی که آمده و هزاران حرف گفته و ناگفته. 30014 پیامک است که در اختیار شما هست. نام، نام خانوادگی، حرف دلتون و اینکه از کجا با ما در تماسی. 8 دونه سفر هم پیشکش حضور عزیزان میکنیم که محبت میکنن ظرف این چند شب با ما در ارتباطن. آقا روابطتون با این مدل از هدیه‌ای که ما میدیم چیه؟ 8 دونه سفر مشهد. برای بعضی ها اومدن اینجا، حالا کربلا که نقلیست، اینجا هم نقل دیگریست، واقعا یک رویای، خصوصا تو این شرایط اقتصادی امروز میشه گفت دست نیافتنیه. و درود به شما، زنده باشید. درود به شما که این اتفاق رو برای یه عده پیش میارید که این فرصت رو داشته باشن دلگرم شن. ببین همین که آدم میاد اینجا و حس میکنه یک بزرگی هست که صداش رو میشنوه و به حرمت بزرگیش به خدای بزرگی میگه و اون هم صدای ما رو میشنوه، این آروم میکنه خلق رو. و درود به شرفتون، قربونتون برم. حتما دلمون میخواد صدای شما رو بشنویم عزیز. یعنی من دلم میخواد، بیننده هم دلشون میخواد، اونی هم که شما رو دعوت کرده دلش میخواد. این عزیز فقط یه 2 دقیقه من دلم میخواد میناب عزیز، هرمزگان عزیز، هرمزگان بزرگ، هرمزگان دوست داشتنی، یه 2 دقیقه هم درباره عشق بازی های مینابی ها، هرمزگانی ها با امام رضا برای ما بگید. چقدر ممنونم ازت، چه سوالی دوست داشتم پرسیده بشه. کلا توی استان هرمزگان، میناب، بندرعباس، من محله خودم اونو میگم که بزرگ شدم، محله شیر اول، زمان من، زمان بچگی من چاوشی خونی میشد. یه مینیبوس میومد سر خیابون وای میستاد و یکی میومد توی مسجد چاوشی خانی میکرد و یه عده یهویی بر میداشتن میرفتم سوار میشدن میومدن مشهد. الله اکبر. و سخت بود برام فهمیدن این قصه. واقعا یه سری چیزا رو باید لمس کنی، فقط به حرف نیست، بازی با کلمات نیست. میومدن بعد میگفتم یعنی چی، مگه میشه؟ واقعا در این حد من یادمه یکی از همسایگان ما اومد به پدرم گفت که حاجی دلم میگه باید برم، من دارم میرم، حواست به خونه ما و بچه هم باشه. یعنی در این حد بود. بندرعباس مشهد. مشهد. مادر خودم، من یه سال گفتم که مادر
میخوام هماهنگ کنم که بیای مشهد. گفتم مادر من میخوام با اعضای مسجد بیام و اینا. گفتم مادر اتوبوس، مادر من که شاید مثلا 20 دقیقه توی ماشین میشینه اذیت میشه، وقتی رسید مشهد بهش گفتم مادر چطوری؟ گفت خدا شو سر حال. حال آدم وقتی یه جایی خوبه خوبه، و چقدر خدا رو شکر میکنم که ما بزرگی داریم. من سید جسیز بهت بگم، خیلی عذر میخوام از همه، من هیچ وقت از امام رضا چیزی نخواستم، واقعا میگم، چون احساس میکنم یکم از طرف خودم شخصیه عرض میکنم، احساس میکنم پررویه، یعنی انقدر به من محبت داشته، انقدر همراهم بوده، آدم روش نمیشه چیزی بخواد. من و جدا میگم هر وقت یک اتفاق خوب و بزرگی تو زندگیم پیش اومده، خیلی دلی بهش گفتم ببین ارادتمند تو، الان تو باهاش بودی و مهر خدا اول با من بود، و بابت همه این اتفاقا من حس میکنم که آدم باید یک به طور عجیب غریب و حجم زیادی شاکر باشه. الان من داشتم توی این مسیر میومدم، خب یکم این بام اومدن سخت بود برای من، یکی از عزیزان گفت که اذیت شدی. گفتم به خدا قسم اگر حتی شما هم نبودید برای همراهی و کمک کردن، از این ماجراها رد شدن به هر جوری شده آخه. بود من میرسوندم، چون این فرصت یک فرصتیه که نقل تلویزیون و برنامه این ماجرا نیست، نقل دلیه و خواستن بزرگی که اومدم و دارم حظ میکنم، پوز میدم به همه. دوست داریم آقا رضا. علی قربونتون. دوست داریم. علی قربونتون. همسایه بغلی های ما شبکه قرآن هستن، همطور که میبینید دارن مناجات میخونن. نمیدونم این مناجاتی که میخونن اگه قرار باشه شما بخونی براتون مشکلی پیش نمیاد؟ ریتم از دستتون در نمیره؟ نمیدونم، ولی اصلا اینجا دیگه ریتم مهم نیست، من فقط میخونم که خونده باشه. خونده باشه. خیلی خوب، پس بی زحمت یه دقیقه به اون گنبد ما یه نگاهی بکن آقا رضا. بالای اون گنبد شما یه پرچم میبینی؟ بله. یه پرچم در اهتزاز که باد میزنه، و این پرچم در واقع همینجور در حال تکانه. من میگم یه نشانه است، یه قبله است. اینجا آقا رضا قبله حاجاته، یعنی هر کسی هر حاجتی داره، هر نیازی داره، هر گیری داره، هر گرفتاری داره، قبلش توی این سرزمین امام رضا است، و میگه که یا علی ابن موسی رضا این سخت شده، شما کمک کن و شما باز کن. من از بچه ها خواهش میکنم اون بی زحمت آقای مومن اونو با خودتون بیارین. بچه ها یه امانتی رو میخوان دقیقی دست شما بدن، شما اینو بی زحمت تو دستتون نگه دارین. عزیزم آقا رضا، این همون پرچم اون بالاست. عزیزم شما یه خود از این لمسش لذت ببر، یه خود حال کن. نمیدونم نمیفهممش، سخته. شما بگو سید، شما بگو. چشم، ما ویدیو کلیپ داریم، فوتو کلیپ داریم، ولی من تو دنیا تا به حال لمس کلیپ نداشتم، ندیدم. یه چیزی لمس کن و یه چیزی بخون رضا جان، یادگاری باشه تو این شب. اینکه آدم بد خودش میدونه چیه دیگه، اینکه آدم بد باشه بعد یه خوبی بپذیرتش و بذاره که تو نزدیک پرچمش شی. دور باله کفترا رو خط بکش،
همشون اسیر تقدیرت شدن، اومدن بلکه هوایشون کنی، آخه میدونن زمین گیرت شده. تو کدوم حقیقتی که هر دلی حس تو ندیده باور میکنه، لحظه ای تصور خیالت حال عاشقاتو بهتر میکنه. آقا همینقدر از ما بپذیرید. سلام عرض میکنم خانوم. بله بفرمایید. من محمد رضا حسینیان هستم از برنامه تشرف حرم امام رضا. 30400 دلتون امام رضا میخواد؟ خیلی زیاد. خب بگید برای ما. الان ما صدای شما رو داریم درست روبروی گنبد امام رضا پخش می‌کنیم، از همون پشت بود. فقط یه آرزو دارم، اونم بیام حرم امام. تا حالا تشریف نیاوردید مشهد؟ نه نیومدم. شما اهل کجا هستین؟ اهل نقده. من اهل سنت هستم، کرد زبانم. از جوار حریم رضوی نایب الزیاره شما هستیم. به حق این کلمات قشنگی که شما گفت، به حق این شبهای عزیز، به زودی شما رو در حرم حضرت رضا ببینیم. پدرم مریضه، فقط میخوام شفای همه مریضا خصوصا پدرم رو بده. 30400 نامتان را زیر این آسمان ثبت کنید. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه تشرف. این قاب شبکه یک تلویزیون هست. دوستان ما در گروه فرهنگ و معارف اسلامی با بچه های بسیار خوب و درجه یک مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس توی این شب ها افتخار خدمت گذاری دارن به شما. و خب امشب رسیدیم به شب شهادت حضرت رؤوف علیه السلام. راست شو بخواین توی این روزهای پایانی سفر یه بلا تکلیفی هست دیگه، ما بین یک چادر خاکی، ما بین یک یاس بین دیوارهای چوبی، ما بین یک امام غریب، ما بین یک سنگی قبری که وجود نداره. یه حال عجیبی داره این شبها و من دلم میخواد که حتما هممون با هم تسلی بخش شانه های حضرت ولیعصر باشیم در این شامگاه آدینه، که لرزانترین نشانه ها و گریانترین چشم ها چشمان اوست در ایام شهادت اجداد طاهر نشون. ما به حضرت ولیعصر میگیم منجی عالم بشریت و امروز بشریت درگیر یک بلای بزرگه، پس ما به یک نجات جهانی نیاز داریم. امیدوارم که از نفس گرم حضرت مولا، از وجود و تبسم آن بزرگ مهربان این نجات بشری پدید بیاد و اونطور که به مصلحت هست بساط این ویروسی که دیگه یواش یواش داره کفر هممونو در میاره از روی زمین برداشته بشه. آقا رضا، هر شب تعداد زیادی دوستان به ما پیامک میزنن، حرفایی که به هیچ کس نمیتونن بزنن، یه چیزایی میگن که به هیچ کسی نمیگن. اصلا اینجا جای شگفت انگیزیه، یعنی آدم حرفی که به رفیقش هم روش نمیشه بزنه میاد اینجا میزنه. چند تا از پیامک هایی که دوستان زدن و شما اسمشون رو بخونید. ابوالفضل از بندر دیلم استان بوشهر، فاطمه اسماعیل زاده از کرمان، زهر موحدیان از اصفهان، فهیم فروغی راد از خوزستان، معصوم سلطانی از اسلام شهر، عماد عباسی از رشت، حسن رضایی از خرم آباد، ابراهیم چالاکی از مراغه، فکر میکنم حمد رضا
یار محمدی از شهر ری و محمد اکبری از اصفهان. رضا جان دوست داری دست کسی رو بگیری بیاری مشهد؟ آخ آخ توی فرمایشتون که میگفتید زنده باشید نظر درباره این مطلب چیه؟ من اینو میتونم بذارم؟ بله بله حتما. من داشتم همینو میگفتم، من اگر قابل باشم از طریق برنامه شما به نیت پدرم، مادرم و دوتا دخترم، 4 عزیزی که تا الان نیومدن، به به این بهشت دلنشین رو، به به من نوکریشون رو کنم عزیزی که تشریف بیارن اینجا و دلشون باش، به به اگر قابل باشم عزیزی. با کمال میل. پس شما اجازه میفرمایید که ما بگیم تعداد تشرف ها میشه 8 به علاوه 4؟ دقیقا. و 8 به علاوه 4 عدد خوشگلیه. بله بله راست میگی، راست میگی. ممنونم که ما رو از یه ایستگاهی به یه ایستگاه دیگه برد. ممنون از شما، ممنون از شما که منو توی این نگاه اجازه دادید که حضور داشته باشم. من خیلی عذر میخوام، فقط پر حرفی میکنم، یه ذوق عجیبی دارم. فقط اینجا به مادرم، پدرم، خواهرانم، برادرم، همسرم، دوتا دخترم و همه دوستانم میگم که با همه قلبم، هم برای اونا هم برای همه مردم ایران و جهان، از صمیم قلبم خواستم از بزرگمون که از خدای بزرگ به حکم آبروی اعتباری که دارن بخوان زودترین اتفاقات عجیب غریب از سر این جهان و سرزمین ما بلخص بره، که مردم ما حداقل با همه اتفاقات سخت روزمرهشون از این قائله انشالله ردشن. و از شما خیلی ممنونم عزیز دلم. نمیدونم با چجور تشکر کنم عزیز دلم. قدمت برای ما خیر بود. عدد 12 ما تبدیل شد به عدد 15. دوستانمون خودشون در مرکز ارتباطات و رسانه هم 3 دیگه به این عدد اضافه کردن. حالا میتونیم خوشحال باشیم که 15 نفر از هموطنان، از خیلی کسانی که به 30014 پیامک میزنن میان اینجا. آقا رضای عزیز، نمیدونم من اسباب زحمتت میشم یا نه، ولی یه کوپن رفاقتی داریم پیش شما که از اون کوپنمون میتونیم گاهی خرج بکنیم. وقتی که اینجا قدم میزنی، هزار چشم باید باشی و هزار گوش، چون یه چیزایی میبینی که هیچ جا ندیدی و یه چیزایی میشنوی که هیچ جا نشنیدی. یهو یه گوشت لوری میشنوه، یه گوشت مازندرانی میشنوه، یه گوشت ترکی میشنوه، یه گوشت گیلکی میشنوه، یه گوشت خوزستانی میشنوه، یه گوشت بندری میشنوه، و همه احساس میکنن که دارن با زبان وطنشون، مادرشون، با امام رضا حرف میزنن و اون میفهمه و درک میکنه و میشنوه و جواب میده. رضای عزیز، مطب پزشکی که حاذق نباشه همیشه خلوته. پس اینجا پزشکیه که حاذقه، اگه نبود اینجوری نبود. دقیقا اینجوری نبود. این مردم باهوشن، اگر آقاتر از ایشون کسی رو پیدا میکردن بارشون رو میبردن یه جای دیگه. باهوشن، این آقا کسی رو دست خالی رد نکرد. اگه همه دارن شما رو نگاه میکنن، هم شهریات، هم استانیات، هم زبونات دارن با یک چشم دیگه شما رو نگاه میکنن. حتما میدونی منظورم چیه و من دلم میخواد که 2 برای ما به زبان زادگاهت بخون. اولا که سلام کنم خدمت همه همشهری و عزیزم، همه مردم خوب استان هرمزگان. انشالله بلا به دور باشد، انشالله کرونا به دور باشد. دخت و چوک، مم و باب، کوچک و گپ سلامت باشد انشالله. و همه قلبم دعان به مردم عزیز شهرم که انشالله فقط بشید و لبخند رو لوتو باشد. ولی راستش بخوام، من نمیدونم بعد با زبان شهرم چی بخونم، خوندنه رو نمیدونم. ولی اجازه میدید من اون یه تیکه چاوشی رو که گفتم، آره حتما، یادم مونده از بچگی، یه تیکه کوچیک کوتاهشه. اون زمان
میومد یه ماشین وای میستاد، همیشه هم مینیبوس نبود، یه وقتایی هم در حد چند تا وانت بود، در حد بضاعت بود دیگه. یه نفر میومد توی بالای مسجد، چون میکروفون قوی هم نبود، و یه چیزی میخوند که من همیشه یادمه، توی یه فصل همیشه این تو گوشمون زمزمه میشد و من یه تیکه شد تو ذهنم با اجازتون عزیزم بیادبی میکنم میخونم. بر ما شامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر ما شامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم یارب نماند آرزوی کربلا. عذرخواهی میکنم ولی این رو میخوندن و مردم میومدن و سوار میشدن. اینجا همه چی بود و هست، کربلا بود، مشهد بود، هر جایی بود که میشد دل آروم بشه. رضای عزیزم نکته ای رو گفتی، اولا وقت ما تمومه، حتی اکثر دو دقیقه، شاید هم حتی کمتر. هر مهمونی که اومده ما ازش یک تصویر یادگاری خواستیم، گفتیم آقا دستتو اینجوری کن، اینجوری کن داداش دستتو اینجوری، گفتیم هر چی میخوای بخوا. شما البته گفتی که هیچی نمیخوام، ولی با این حال شاید خیلی ها چشمشون به دست شما باشه، این دست در مقابل گنبد، یه چیزی بگو که یادگاری بمونه برای ما رو این پشت ما. من با همه قلبم از بزرگم میخوام سفره مردم منو از این خالی تر نکن، نشه، کمک کنه، منت سر خلق من بذاره و پیش خدا اعتبار بذاره و این لبخند رو از مردم من نگیره. روزای سختی دارن مردم من، بچه های سرزمین من، و سلامتی رو برگردونه به همه مردم. آمین. رضای دوست داشتنی، شما رو به خدای رضای بزرگ میسپارم. علی قربونتون برم، افتخاری بود برای من عزیز دلم. یه هدیه بسیار قابل، به خاطر اینکه یه عالمه توش سرمایه وجود داره. قطعا. از جمله واژه زیبای یا زامن، چون همین الان که با هم بریم بیرون، همه قلب‌ها مثل آهوهای تیر خورده توی این صحن و سراها میگرده که یه زامنی پیدا کنه، یه گوشه‌ای آروم بگیره. امیدوارم که زامن هممون زامن تو و خانواده عزیزت هم باشه. بیا عزیز رو دلم شما خیلی محبت تو برم، زنده باشی. تشکر از هدیه ارزشمندتون، خیلی لطف کردید، فدای تو بشم، خیلی خیلی متشکرم. بگم یک دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، من از این فرصت استفاده میکنم، چون شک ندارم برنامه امشب ما برنامه پربینندهی هم بوده به خاطر شب شهادت حضرت رضا علیه السلام و مهمان ارجمندمون. دیشب یه اتفاق خیلی خیلی خوب افتاد و ما تماس گرفتیم با یک خانواده محترمی که اهل تسنن بودن، پدرشون بیمار بود، با یه سرکار خانم صحبت کردیم که من نمیدونم دخترشون بودن یا همسرشون بودن، و گفتن که ما آرزو داریم بیایم حرم حضرت رضا علیه السلام و من برای شفای بابام دعا کنم. نیامده بودن هرگز مشهد. دوستان تو گوشی من میفرمان که عزیزانمون در مجمع تقریب مذاهب تقبل کردن که این خانواده چهار نفری رو از نقده آذربایجان غربی، از جمع هموطنان عزیز اهل تسننمون دعوت کنن، تشریف بیارن و انشالله سوغاتی که از اینجا با خودشون میبرن یک دل آرام و شفای پدر عزیز و ارزشمندشون باشه. به شهادت رضای عزیز حداقل اینجا 15-20 نفر ایستادن پشت دوربین، انقدر اینا بزرگ هستن که دیده نمیشن تا من دیده بشم. دست تک تکشون رو میبوسم، شما رو به خدا میسپارم. فردا اگر عمری باشه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در خدمت شما هستیم. کس نمیداند در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. عزیز باشید به عزت حضرت رضا علیه السلام. خدا نگهدار. رضا جان خدا نگهدار.